سلام و عرض ادب مجدد. بحثی که عرض شد که می‌خوایم انجام بدیم بررسی در واقع S&P 500 هستش، بازار آمریکا، در ادامه اون بازار طلا و کریپتوکارنسی ها و چند تا از استاک هایی که من بررسی کردم در شرایط خوبی قرار دارن، میتونن در واچ لیستتون قرار بگیرن. این شرایطی چیزی هستش که در واقع S&P 500 داره. من عرض کردم که یک سری از دوستان و تحلیلگران بزرگ اعتقاد دارن که موج پنجم اینجا تمام شده. این موج پنجم رو ببینید، مجموع این میشه موج سوم از یک سایکل بالاتر و بعد در واقع فعلا ریزش خواهیم داشت. اینها چنین اعتقادی دارن و برای چند ماه آینده، شاید حتی برای یک سال آینده، و بعد میره برای موج پنجم، چیزی که موج دوم این در سال 2008-2009 اتفاق افتاد. یعنی فکر نکنید این موج سه یک موج کوتاهی هستش، نه، چنین چیزی نیستش. موج سه ای که الان میبینیم اینجا در واقع از حدود سال 2009 شروع شده تا الان حدود 9 سال ادامه پیدا کرده و پس اصلاحش هم یک روند طولانی، تقریبا یک سال نیم دو سال خواهد داشت. خب عرض می‌کردم که باید این برای مشخص شدن وضعیت در واقع این که بازار این ریزشش ریزش اصلی هستش یا در واقع ادعای اعتقاد دارن که این ریزش ریزش اصلی نبوده و میتونسته موج چهار در واقع اینجا تمام شده باشه و ما موج یک و دو و سه و چهار ریزموج و یه موج پنج دیگه اینجا داشته باشیم که در این تصویر ما این وضوح رو داریم. موج چهار اینجا تموم شده، یک و دو، سه و چهار و مترصد یه موج پنجم دیگه به این صورت و بعد در نهایت ریزشی که مد نظرشون هستش رو دارن. حالا برای اینکه ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد یا نه، چند تا قضیه رو میتونیم بررسی بکنیم که یه مقدار گویای این قصه هستش که آیا ما یک ریز موج دیگه داریم به سمت بالا برای موج پنج یا بازار طبق این تحلیل همینجا پایان یافته و ریزشی خواهد بود. در هر دو صورت چه شرایطی بازار خواهد داشت، به کدوم سمت سو خواهد رفت و چه کار میشه کرد. چیزی که اینجا بذار من اینو بگم که این راحت تر دیده بشه، من عرض کردم ناحیه اشباع فروش در یکی از جایی که پیش میاد ABC ها هستش، در یکی از جایی که خیلی به اصطلاح مشهور هستش که پیش میاد در انتهای موج سوم هستش. اینجا در ریز موج ABC داخلی که ما داریم، اگر بخوام ترسیم بکنم خیلی سریع، ما چنین چیزی رو اینجا میبینیم. ببخشید اونجا نه، در تایم فریم روزانه که اینجا ملاحظه می‌فرمایید دی رو مشخص می‌کنه، یک ABC داریم. معادل همون اگر بیایم پایین اینجا ناحیه اشباع فروش داریم. در A اصلی هم که مجموع این ABC یک A بوده، در واقع اینجا ناحیه اشباع فروش رو داریم. چیزی که هستش مینیمم صعود رو اینجا داریم، مینیمم صعود در برای موج‌های ABC زیگزاگ بعضن 62% میگن، من حتی کمتر هم دیدم، ولی اینجا این 62% اتفاق افتاده و الان در یک روند نزولی هستیم. خب برای اینکه روند نزولی شکل بگیره و بخوایم ببینیم تا کجا پیش میره، میتونیم دنبال شواهد دیگه ای بگردیم. یکی از شواهد میتونه موج شماری ها باشه، موج 1 و 2 و احیانا 3 و 4 اینجا و نهایتا 5 این محدوده شکل بگیره و بعد بره برای موج در واقع اصلاحی، یعنی یک موج 1 بزرگ و دوش بخواد تا اینجا بیاد. اگر بخوایم چنین چیزی رسم بکنیم، من فقط با یه فلش سعی میکنم اینو بکشم که مثلا اینجا موج یکمون شکل بگیره و موج دومون تا این محدوده بیاد بالا به وضوح، دقیقا ناحیه حمایتی مقاومتی که هستش که از اینجا شکل میگیره اینجا رو ما داریم و خود اینجا نوسان داشتیم و در نهایت اینجا میتونه پایان موج دو باشه و بعد از اون ریزش رو ما داشته باشیم. اگر در نمودار قبلی هم ما این چیز بکنیم، بررسی بکنیم، این موج هم میخواد در یک منطقه مثل همین جا یا حالا اینجا رشد خودش رو برای موج پنج داشته باشه، پس بنابر این ما در هر دو صورت یک رشدی رو خواهیم داشت. فقط طول به اصطلاح طولانی بودن و طول این موج برای ما مهم هستش که اگر از این ناحیه سه بره بالاتر میتونه موج پنج باشه یا تکمیل ABC بزرگ باشه و بعد ریزشی. به هر تقدیر ما به زودی در بازار آمریکا یک رشدی رو خواهیم دید، ولی طول موجش رو در واقع خدا میدونه، کسی فعلا نمیتونه بگه. این باعث شده که در بازار طلا هم ما هنوز یک مقدار دچار سردرگمی باشیم. بازار طلا منتظر تصمیم بازار
مارکت آمریکا هستش که ببینه در چه شرایطی هستش، آیا میخواد که در واقع بازار سهام آمریکا ریزش اصلی خودش رو نشون بده و سرمایه ها سویچ بشن به روی طلا، یا اینی که طلا باید ریزش خودش رو در واقع انجام بده هنوز برای تکمیل اون موج ریزشی خودش تا پنج موجش رو تکمیل بکنه، چیزی که تا الان شمرده میشه. و بعد دوستان همه صدا تصویر دارن، چون آقای قربانی نوشتن صدا تصویر ندارن، لطفا یکی جوابشون رو بده. اگر تصویر داری خب پس بهشون بفرمایید که صدا تصویر داری تا من ادامه بحث داشته باشم. خب عرض کردم که بازار طلا در یک چند ماهی تقریبا اگر نگاه بکنیم از 16 آگست در یک حالت رنج به سر میبره و مترصد این هستش که تصمیم بازار آمریکا رو ببینه چی هستش، چون بازار آمریکا اگر دچار ریزش و رکود بشه یکی از آلترناتیو هایی که از بازارهای جایگزین طلا هستش میتونه بازار ملک باشه، میتونه بازار کریپتوکارنسی ها باشه، ولی کریپتوکارنسی ها در شرایط ایدئالی به سر نمیبرن متاسفانه. پس میتونه طلا یک نقش بسیار بسیار مهمی داشته باشه و تمام سرمایه ها رو به خودش، تمام نظرها و سرمایه ها رو به خودش جلب بکنه. در آخرین روزی که ما داشتیم، هفته بسیار کوتاهی داشتیم، طلا یک ریزش مختصری از خودش نشون داد، ولی هنوز از ناحیه خطر دور نشده. در واقع باید مترصد این بود ببینیم چه اتفاقی میفته. من سعی کردم با اندیکاتورها اینا رو بررسی کنم، هنوز جا داره که بخواد مثلا وارد ناحیه خطر بشه، میگم از ناحیه خطر دور نشده، وضعیت خودشو کاملا اثبات نکرده. اگر رشد بکنه میتونه بره بالا و اجازه بدید من یه مقدار کوتاه‌ترش بکنم، اگر بالاتر از این سه قرار بگیره میتونه رشد بکنه برای منظور موج چهارم، تکمیل موج چهارم تا این ناحیه تا 1277-1280 و بعد ریزش بکنه که یه مقدار از فرم استانداردش خارج میشه راستش رو بخوای، و باید جور دیگه یه وقت طلا رو مورد ارزیابی قرار داد، ولی احتمال این که بازار سهام آمریکا ریزش اصلیش باشه یه مقدار من کم میدونم. حالا باز هم باید ببینیم بازار چی میگه، همه امکان خطا و اشکال دارن. بنابراین میخوام این عرض کنم که طلا هم مترصد تصمیم نهایی بازار آمریکا هستش. خب من اجازه میخوام که از طلا عبور بکنم، برگردیم S&P 500. بحث بر این بودش که موج 1 و 2 3 و 4 و 5 رو اینجا خواهیم داشت، چه این تصمیم باشه که بخواد موج پنجمی رو داشته باشه، چه تصمیم قبلی باشه که موج پنجم تمام شده باشه. اینجا باز موج 1 و 2 3 و 4 رو داریم و میخواد بره برای تکمیل موج 2 و از اونجا یه ریزش خیلی قوی رو به ما نشون بده که به موج 3 باشه، 3 اصلی به این صورت بیاد پایین. بنابراین تا این خط قرمز رو تاچ نکنه و در واقع این قسمت رو تاچ نکنه ما متوجه نمیشیم بازار چه تصمیمی داره. ولی عرض کردم اگر میخواید خیلی دقت بکنید باید برید شرکت های بزرگ مثل گوگل، مثل اپل، مثل مایکروسافت، مثل فیسبوک اینها رو بررسی کنید، شرایطشون رو ببینید چه صورت هستش. من اونا رو کمابیش بررسی کردم، همه اندکی دیگه ریزش دارن و بعد در واقع میتونن رشدی رو شاهد باشن، حالا چه مقدارش در واقع خدا میدونه. بازار کریپتوکارنسی ها رو بخوایم بررسی بکنیم، یه خورده شرایط نامیزونه راستش رو بخواید. اینجا یکی از بحث‌های تکنیکالی که هستش این هستش که باید یک سایکل کامل داشته باشیم. ما ظاهرا از بیت کوین سایکل کامل داریم، ولی این داره از اون قاعده استاندارد سایکلش خارج میشه. یک موج یک کامل داریم که موج 1 2 3 و 4 و 5 کاملا مشخصه، موج ABC و ریز موج های 1 و 2 و 3 و 4 رو داشتیم، موج 1 و 2 و 3 و 4 رو داشتیم و رفت برای موج 5. موج 5 ایرادی اینجا پیدا کرده و اونم این هستش که اگر موج 3 رو ما اینجا شماره گذاری بکنیم، موج 3 4430 دلار تقریبا ریزش داشته، موج 1 5230 دلار، یعنی تقریبا یه چیز حدود 800 دلار موج 3 اللحاظ قیمتی کوتاه‌تر از موج 1 هستش. وقتی این اتفاق بیفته موج 5 باید قاعدتاً ریزشی کمتر از موج 3 داشته باشه تا موج 3 از لحاظ قاعده الیوتی کوتاه‌ترین موج نباشه و موج متوسط قرار بگیره.
الان این اتفاق نقض شده. همین الان که دارید میبینید بازار لایو هستش و این سمت راست رو میبینید داره همین الان عدد تغییر میکنه، 3888 هستش، در صورتی که نباید زیر عدد 4050 میومد. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ خیلی ساده است، البته من اون رو هم بررسی کردم، شرایط ایدئالی باز هم به ما نمیده، ولی میخوام بهتون بگم که چه اتفاقی میفته. موج یک و دومون به لحاظ در واقع ریتریسی که موج دو انجام داده هیچ جای شک و شبهه‌ای نداره، فقط اتفاقی که میفته موج سه ما میاد خیلی پایین تر و بعد از اون ما در واقع یک اصلاح داریم به سمت بالا برای موج چهارم و بعد موج پنجم. مطلبی که اتفاق میفته این هستش، بذاریم من یه مقدار بزرگش بکنم که دیده بشه. مطلبی که اتفاق میفته این هستش که تا اینجاها در واقع رشد خواهد کرد، دیگه الان به هیچ عنوان موقع سرمایه گذاری روی کریپتوکارنسی ها نیست. اگر چنین چیز رو مشاهده باشیم شاید شما بگید من این رشد رو میخوام بگیرم، میتونید این کار رو بکنید، ولی کسی نمیدونه کجا میخواد برگرد. اگر من بخوام خدمتون عرض بکنم که از کجا مثلا این رشد رو بگیرید، بهتون عرض میکنم بای استاپ کجا داشته باشید و اگر میخواید بگیرید حتما حتما این بای استاپ رو رعایت بفرمایید. اگر دیده باشین یه جاهایی مثلا به نظر کف بازار میاد، همین عدد 4000 رو در واقع 2300 که تا قبل از اینکه 4050 رو بشکنه یه ناحیه‌ای بودش که خیلی ها اصرار داشتن خرید بکنن، این ناحیه اوربات رو میدیدن، ببخشید اوورسولد رو میدیدن و مترصد این بودن که گفتن بخریم دیگه، حالا بر نگرده بالا. زمانی که اینجا بود شما باید اینجا خرید میکردید، یعنی روی 5700 دلار خرید میکردید. با این ریزشی که الان داره خب ناحیه خرید میاد پایینتر، ناحیه خرید امن میاد پایینتر. میگم قبلا اینجا بود 5701 دلار ناحیه امن خرید بود، الان ناحیه امن خرید میتونه 6400 مثلا 70 باشه. حالا تو این ناحیه 6470-80 میتونید خرید بکنید. الان شد بذاریم من اینو روندش کنم یه وقت کسی بعدا فیلمو میبینه. 6000 ببخشید عذر میخوام 4690 میتونه یک ناحیه خرید مطمئن باشه براتون و ظاهر امر هستش که این موج 1 و 2 و این موج 3 رو داره میزنه، یک رشدی خواهد داشت، میره پایین تر و بعد تازه این موج اصلی رو میزنه. معذالک اگر میخواهید بخرید، من توصیه میکنم که اولا نخرید، اصلا شرایطش مشخص نیست، تا یک به صورت پول بک به صورت ان بزنه توی اون میتونید خرید بکنید، یه مقدار شرایط خرید بهتر باشه، ولی در مجموع نظرم این هستش که این کار رو فعلا انجام ندید. حداقل بیت کوین یک سال دیگه زمان داره تا اگر به این صورت باشه اصلاحش کامل بشه. یکی از دلایلی که من دارم این رو به این صورت میبینم این هستش که اگه دوستان با ریاضی مدا وارد باشن، ما یه وقت یه معادله یک مجهولی داریم، گاهی وقتا دو تا معادله داریم که یک مجهول در واقع مشترک دارن. عذر میخوام، من بیت کوین رو با یورو هم اومدم بررسی کردم و همون روزی که 4050 دلار رو به نظر کف میومد، اومدم ببینم شرایط یورو به چه صورت هستش، دیدم دقیقا همین چیزی که عرض شد خدمتون رو داره نشون میده. بذارین خدمتون بگم. ببینید اون سایکل اصلی که گفتم یورو شروع شده، از 1.5 یورو شروع شده، رفته بالا، موج 1 رو کامل کرده، 1 و 2، 3 و 4 رو کامل کرده، ABC رو زده، موج 1 و 2 رو زده و الان در موج سوم قرار داره. از در واقع بخوام بگم از می 2018، از برج 5 میلادی در موج سوم قرار داره. به ظاهر امر این ناحیه اشباه فروش رو که میبینید داره نوید اتمام موج 3 رو میده که بعد از این بره بالا. اگر خریدید نوسان داشته میده رفت پایین، میگم نخرید، ولی اگر خریدید به هر حال صبر کنید تا این موج 4 رو بگیرید، حداقل با یه مقدار سود بیایید بیرون. موج 4 تا این ناحیه، این بذارید من این خط قرمز بکشم، اللحاظ پرایس اکشنی این ناحیه بسیار مهمی هستش. اگر نگاه بکنید اینجا نوسان داشتیم، اینجا نوسان داشتیم، اینجا نوسان بوده، اینجا همینطور، اینجا همینطور، اینجا اینجا. پس بنابراین تا این ناحیه بالا خواهد اومد، عددش رو بخواید بدونید مثلا 6000 و
300 یورو، این یوروه. من رو دلار بخوام خدمتتون عرض بکنم، بذارین همین حالت رو برای دلاری خدمتتون بگم. باز عرض میکنم از لحاظ پرایس اکشنی من محاسبه آنچنانی نکردم الان، ولی از لحاظ ناحیه حمایت مقاومت ها ما ببینین اینجا حمایت مقاومت داشتیم، اینجا قشنگ نشون میده، اینجا همینطور، اینجا نوسان داشتیم، اینجا اینجا، و عددی که نشون میده به ما حول و حوش 7200 دلار هستش. یعنی میتونه تا 7200 دلار ظرف 2-3 ماه آینده رشد بکنه. اگر کسی داره و نگرانش هستش، این امید من بهتون میدم 100% نیست، فقط خدا میدونه، ولی این امید میتونم بهتون بدم 80% میتونه بیا تا حدود 7200 دلار، تا 7200 دلار رشد بکنه و میتونید شما بار ضررتون رو سبک بکنید. بقیه کریپتوکارنسی ها مترصد همین قضیه هستن که ببینن بیت کوین به اصطلاح سرش به چه بالینی هستش و پیرو اون باشن. اجازه بدید اتریوم ببینم اگر باز بشه. ببینید اتریوم داره در واقع همون چیزی که عرض کردم رو به شما نشون میده. اتریوم دو تا ناحیه اشباه فروش داره نشون میده و بعد از اون داره یه دایورجنس نشون میده. اگر کسی میخواد اتریوم بخره، ناحیه مطمئنش این 223 دلار هستش، ولی اون امکان داره خیلی دیر باشه. کسی اگر میخواد اتریوم بخره رو 138.9 دلار میتونه اتریوم بخره و امید داشته باشه که صعود بکنه. ولی اگر باز هم بخرید به صورت N نوسان خواهد داد، یک موج 1.2 صعودی خواهد داد و تو برگشت اگر بخرید در زمان صرفه‌جویی بیشتری انجام دارید. اگر من به ریپل نگاه بکنم، ریپل همین خط قرمز خط خیلی خیلی مهمی بود که شکون و نشون داد که هنوز موج سوم، قبلا فکر میکردیم که موج پنجم اینجا بوده و یک موجی رو شروع کرده، موج 1 و 2 و 3 و 4 را مترصد بالا رفتن بودیم، ولی وقتی این رو شکون و اومد زیر این قرار گرفت، یعنی کلوز روزانهش زیر این کلوز در واقع اینجا قرار گرفت، نشون دادش که هنوز موج سوم و چهارم تازه شکل گرفته و تمام نشده بوده. احتمالاً اتریوم، ببخشید، ریپل رو روی عدد 15-16 سنت میتونید خرید بکنید و کفش باشه. این خط سبزی که من کشیدم 15-16 سنت محاسبه بوده که روش انجام دادم، میتونه کفش باشه. لایت کوین رو اگر بخواید بررسی بفرمایید، این هم دقیقا همون حالت رو میبینید. الان این نوید این هستش که موج سومی اینجا داره شکل میگیره، ریز موج سوم، 1 و 2 3 و 4. بذارید من بکشم براتون که دوستان عجله تو خرید نکنن. این 1 2 3 4 و میاد 5 به این صورت پایین. حالا نه اینکه 500% اینجا باشه اینقدر بیاد پایین، شما فرض کنید حتی همین مقدار هم بیاد، هنوز شما زمان دارید برای اینکه بخواید لایت کوین خریداری بکنید و کفش میتونه روی عدد مثلا 13 دلار باشه. خب اجازه بدید وارد بحث سهام ها بشیم. من سعی کردم که امشب زیاد وقت دوستان رو نگیرم، امیدوارم که مفید واقع بشه. ما چند تا سهم رو در نظر دارم، امیدوارم براتون مفید واقع بشه. نگاه بکنید، در واچ لیست خودتون قرار بدین، ببینیم به چه صورت میشه. نتفلیکس یکی از اون شرکت‌هایی بوده که خیلی از دوستان علاقه وافری دارن، نمیدونم چرا، که روش سرمایه گذاری بکنن. من تایم فریم ماهانش رو به شما نشون میدم که شرایط در واقع کاریش رو ببینید به چه صورت هستش. از یه قیمت بسیار بسیار اندک در سال 2003 شروع کرده، هولوش 1 دلار، حتی شاید کمتر، 10 سنت، و اومده بالا. اینجا شاید زیاد براتون وضوح نداشته باشه، اینجا وضوحش بیشتر هستش. دوستان من عرض میکنم تمام مطالبی که عرض میشه جنبه آموزشی داره، جنبه این رو داره که من اگر خودم بخوام ترید انجام بدم چجوری انجام میدم. لطفاً صرفاً بر اساس عرض بنده کار رو انجام ندید، ترید انجام ندید، چون من سرتیفاید نیستم برای اینکه توصیه معاملاتی داشته باشم. فقط میگم به عنوان یک اپینیون، به عنوان یک نظر در نظر بگیرید و ببینید به کارتون میخوره یا نه. خب شرایط نتفلیکس به صورت هفتگی به این صورت هستش که یک موج پنجی رو زده
و بعد یک ABC رو داره شکل میگیره و باید این ریزشی داشته باشه، ریزش قوی داشته باشه. اگر ما بیایم در تایم 4 ساعته نگاه بکنیم، برای کوتاه مدت، دوستان من دوباره عرض میکنم، تأکید میکنم، نتفلیکس میتونه برای کوتاه مدت سوداوری خوبی به شما بده. چیزی که نشون میده اینجا این هستش که در کلاسترهایی که وجود داره در همین نزدیکی همین نقطه‌ای که الان هستش میتونه همین الان پایان پیدا کرده باشه، میتونه اینجا و میتونه این پایین ارزم به حضور شما که پایان ریزشش باشه و به سمت بالا بیاد. نقطه خرید مطمئنش عدد 227 دلار، ببخشید 277 دلار هستش که میتونید خرید بکنید به صورت بای استاپ و برید بالا. ببینید این مطلب بای استاپ یا لیمیت اوردر یا مارکت اوردر خیلی خیلی مهم هستش. خیلی از دوستان اینو رعایت نمی‌کنن، وارد یک پوزیشن میشن به صورت لیمیت میان این کف میزن، خب اینجا برسه فلانی گفت کفشه بس بخریم، نه امکان داره ادامه پیدا بکنه. کسی هیچ وقت نمیتونه پایان یک اصلاح رو تشخیص بده. بنابراین شما وقتی بای استاپ میذارید، یعنی اینکه این بیاد پایین برگرده بالا، روند صعودی خودش رو اثبات بکنه، به یک نقطه شاخص اثبات تغییر روند برسه و بعد شما سوار اون به اصطلاح قافله بشید و مسیر رشدتون رو ادامه بدید. تا اون موقع پولتون، اعصابتون سر جاشه و دارید این موقعیت رو که بتونید رو چیزای دیگه سرمایه گذاری بکنید. من سعی میکنم هفته دیگه بازار فیوچر رو هم روش بررسی بکنم که یه سری اطلاعات خدمت دوستان بدم. امروز که دوستان آمریکایی به من سری اطلاعات زیبایی داد، سعی میکنم اون رو دنبال کنم که به شما بگم. خب برگردیم سر نتفلیکس. عرض شد نتفلیکس رو میتونه اینجا برگرده، میتونه از این پایین برگرده. میبینید ناحیه اشباع خطوط هستش و زمانی که برگشت به عدد 277 دلار و 9 سنت رسید، میتونه نقطه بای استاپ باشه و تارگتش هم روی 370 380 دلار میتونه باشه. اگر نگاه بکنیم اون خط قرمز سقف پرایس اکشنی هستش، یه مقدار پایین‌تر اگر اینجا بگیریم 375 دلار در واقع میتونه ناحیه فروشش باشه. استابلاسش کجاست؟ آخرین کفی که میزنه برمیگرده بالا، یعنی اگر بیاد اینجا این پایین برگرده بالا بعد از 277 دلار برسه، قطعا زیر اون به اندازه 1 سنت زیر اون میتونه ناحیه استابلاسش باشه و عرض کردم 375 6 دلار هم میتونه TPF شما باشه، حداقل 1.5 به 1، یا اگر از اینجا برگرده شما یه چیز 10 به 1 ریسک و ریوارد دارید، بستگی داره که از اینجا برگرده یا از اینجا برگرده. به نسبت عدد 277 میتونید شما یه چیز حدود حداقل 8 به 1 یا 10 به 1 اگر از اینجا برگرده، ولی اگر اینجا برگرده 1.5 به 1 ریسک و ریوارد بگیرید. و اگر از 277 شما تا 200 تا 370 مثلا 5 برید، حدود 100 دلار هستش که تقسیم بکنید، یه ریسک و ریوارد حدود 27 درصدی تو حساب مارجین حدود 50 درصد سود بهتون ظرف چند ماه خواهد داد. در حساب شرکت دیگه که میخوام خدمتتون عرض بکنم، یکی از شرکت‌های خوب آمریکایی هستش به نام MVT. بذارید من به شما نشون بدم از لحاظ فاندامنتالی این در چه شرایطی قرار داره. یه لحظه من اینو ببندم که دیداره خیلی اذیت میکنه. من به خاطر رعایت حال دوستان که گاهن سوال میکنن این رو باز نگه داشتم، ولی متاسفانه خب اینم تا باز بشه من چیزی که میخواستم خدمتون عرض بکنم چی بود؟ MBT. شرکت MBT رو شرکت MBT رو ملاحظه می‌فرمایید که حدود بیش از 7 میلیارد دلار در واقع سرمایه مارکت کپش هستش. پرویس کلوزش نزدیک به 8 دلار بوده و فرست ایر تارگت استیمیتش بود بیش از 11 دلار هستش. یه چیز حدود 30 درصد در واقع این چیزی که اینجا نشون میده در واقع نشان داریم می‌بینیم. فقط گفتم این فرست ایر تارگت استیمیت چندان میتونه مورد توجه باشه و چندان مهم هم نیست،
و بابت اینکه امکان داره پایان سال مالیشون بسیار بسیار نزدیک باشه و اگر ما بخوایم به این توجه بکنیم، بقیه رشدی رو که در طول سال آینده در واقع این شرکت خواهد داشت از نظر ما غافل میمونه. والیومی که داره بیش از 2 میلیون هستش، برای سهام‌های تا حتی 1000 تا سهم میتونه تقریبا بدون مشکل خرید و فروش بشه. اوریجش 2700 هستش، والیومش 2100 هستش، میتونه شرکت قابل قبولی باشه. نشد من خب اینجا اگر من بتونم یه لحظه، خیر نمیخواد این تلگرام، چرا تلگرام بالاخره داد. خب شرکت ام بی تی رو عرض کردم، یه شرایطش ببینید چجوری هستش. در تایم فریم ویکلی اگر نگاه بکنید، این شرکت در واقع یک سابقه خوبی داشته، یک سایکل بسیار کلاسیک الیوتی شکل گرفته، از عدد بسیار پایینی در حدود 2 دلار و حتی کمتر شکل گرفته. شرکت هایی که از نزدیک به صفر شروع به کار میکنن، در واقع خیلی راحت تر شما میتونید محاسبه بکنید. میدونید اگر قسمتی از قیمت به صلاح این شرکت رو نداره، دیگه نهایتاً 1 دلار زیر 1 دلار هستش. در نهایت با توجه به این رشدی که داشته، بعد از 42 دلار رو اندی رسیده، این 1-2 دلار این پایین در محاسبات تکنیکالی شما زیاد حائز اهمیت نیست، با یه مقدار در واقع دقت میتونید به دست بیارید. بعد از در واقع رشد قابل قبولی که داشته، در سال 2007 همون رسیژن معروف اومده موج اصلاحی ایش رو زده، در طول مدت تا پایان اکتبر 2013 موج بیش رو زده که خودش باز به صورت ای بی سی هستش، و بعد از اون یک 5 موج کلاسیک خیلی خوشگل اومده شکل گرفته که تمام ریز موج های اون رو هم شما به وضوح میتونید ببینید. در لحاظ آموزش این نماد بسیار بسیار عالی هستش و در نهایت در ژانویه 2016 به کف خودش رسیده که عدد 5 دلار رو خورده ای بوده تقریبا. بعد از اون داخل این چنگال در واقع تعدیل شده رشد کرده، به صورت مثلث پیشتاز شروع آغازین در واقع لیدینگ دایگونال رشد خودش رو داشته. موج آخرش یه مقدار ایراد داشت که اونم باز من بررسی کنم، به صورت دو مثلث خاتمه دهنده اینجا کار انجام داده و ABC رو که داره میزنه. یه شرط خیلی خاصی اینجا داره، من الان به شما نشون میدم شرطش به چه صورت هستش. من بدترین حالت رو براش در نظر گرفتم، ببینید به چه صورت هستش. قصه به این صورت هستش که این نماد الان نزدیک به 78%، بیش از 62% و نزدیک به 78% ریتریس رو انجام داده. جا داره تا 88%، یعنی اینجا ریتریس انجام بده. اگر این نماد، این چیزی که ما اینجا داریم میبینیم شکل گرفته، چون 5 موجی این به وضوح قابل شمارش هست، خودش اینجا من میخواستم بشمارم قابل شمارش بودش. ببینید میشه 1 و 2، 1 2 3، اینا مجموعا اینجا میاد تا اینجا میشه 3 و 4، 1 و 2 3 و 4 و نهایتا 5. اینجا موج 1 و 2ش خود به هم ریخته است، نمیشه موج 1 و 2 در نظر گرفت. معذاله اگر این بیاد بالای عدد 8، شما میتونید امید به رشد این داشته باشید. در واقع اگه بخوام خیلی مطمئن تر بگم، باید بیاد شما اینجا، اگر بیاد بالای 8.75 شما میتونید به راحتی بای بزنید و برید بالا. اگر این عدد پایین که عرض کردم کسی میخواد بای بزنه، بای استاپ بزنه، ریسک و ریواردش خب میشه بیشتر باشه، اکسپوژر مانیش خیلی کمتر هستش، یعنی شما استاپ لاستون باید زیر این نقطه C باشه، به هر حال امکان ریسک هست. ولی قطعا با این شرط استانداردی که این چارت داره، زیر 88% اینجا نمیره. یعنی من اگر که بر فرض چنین نمادی رو خریداری بکنم، سعی میکنم ببینم این میاد بالای این، یعنی یکی از بهترین واچ لیست هایی که شما میتونید توی این مدت داشته باشید. اگر هم که در واقع ریزشش رو ادامه داد، اومد روی 78 یا 88%، ببینیم بعد از اون چه شرایط ایدئالی رو خواهد داشت. بعد از اون شرکتی که مد نظر هست، شرکت جی ای جنرال الکتریک هستش، یکی از شرکت‌های قدیمی و معتبر آمریکا هستش، نیاز به تعریف نداره، هرچند متأسفانه شرایط
خوبی از لحاظ تکنیکالی نداره، ولی از لحاظ فاندامنتالی بسیار بسیار قویه. چیزی که میبینیم بیش از 65 میلیارد دلار مارکت کپ این شرکت هستش، پرویوس کلوزش نزدیک 8 دلار بوده و فرست ایر تارگت استیمیتش 12.90 هستش، یعنی اینا خودشون هم بسیار خوشبین هستن. والیوم بسیار بسیار قوی داره، اوریج والیوم این شرکت 112 بیش از 112 میلیون شیر هستش و آخرین روز کاری که در واقع هفته کم فروغی رو داشتیم به خاطر اینکه سه روز کاری، سه روز نصف کاری بیشتر نبود، بیش از 43 میلیون شیر در واقع خرید و فروش انجام شده. پس این شرکت میتونه که شرکت های خوبی باشه که با توجه به اینکه شیب صعودش مقدار ضعیف هستش، ولی میتونه اگر کسی میخواد برای سرمایه گذاری طولانی مدت انجام بده میتونه همین الان بخره. درسته من اعتقاد دارم هنوز میره پایین، میره رو عدد 6.27، ولی شما توجه بفرمایید شرکتی که 65 میلیارد دلار در واقع مارکت کپش هستش، مگه خدای نکنه سونامی یا کاترینای چیزی بیاد که اینو با خاک یکسان بکنه که دارایش از بین بره؟ و شرکت های مثل جنرال الکتریک شرکت های اینترنشنالی هستن که در واقع یک جا نیستن که اتفاقی هم براش بیفته اینها از بین بره. من اسف، اگر شما برای دراز مدت میخواید خرید بکنید همین الان هم خوبه، با این حال که من اعتقاد دارم هنوز پایین تر هم میاد. و بهترین جا برای خرید مطمئن برای سرمایه گذاری میتونه عدد 9.5 باشه که این موج پنجش ریزشش رو در واقع انجام داده برگرده بالا. اینو من تا حتی تو 15 دقیقه هم رفتم ببینم بهترین جاش کجاست. یه چند لحظه اجازه بدید خدمتتون خواهم بود. یکی از دوستان راجع به شرکت GLBS سوال کردن که حالا من بهش خواهم پرداخت، ببینم اینجا چی نشون میده. خب اینجا یک رشدی رو احیانا ما خواهیم داشت، اجازه بدید. من میخوام وقت دوستان گرفته نشه، اجازه ببینید اگه چیزی دیدم عرض کنم. خب ببینید من یه مطلبی خدمت شما عرض بکنم که بسیار میتونه براتون مفید باشه. موج یک و دوشو دیدید اینجاست، حالا فرض کنید سه و چارش نمیدونم چرا اونجا گذاشته شده، سه و چار اینجاست که اینجا در واقع این ناحیه اشباع رو هم داریم و بعد از این این اومده موج انتهای موج 5 زیر موج 3 قرار گرفته، ولی چیزی که ما میبینیم به وضوح یه دونه، بذاریم من خطش رو بکشم تا ببینیم چه دارم عرض میکنم، ما به وضوح یه کانورجنس داریم میبینیم. وقتی کانورجنس شما میبینید یعنی همگرایی، نشون دهنده تغییر قیمت هستش به زودی. ببینید دیگه دقیق تر بخوام بکشم به این صورت، خب این نشون دهنده تغییر قیمت هستش، یعنی شما میتونید بیاید، میگم عرض شد، میتونید هر زمانی که دلتون میخواد وارد این معامله بشید برای لانگ ترم. برای شورت ترم میتونید مثلا حتی روی عدد 8.24 خرید بکنید. اگر اینو بخوایم بذاریم، بله این امکانه که یه مقداری، چون موجش کامل نشده، یه مقداری بره پایین تر هست، ولی دارم میگم برای کسی که لانگ ترم میخواد چندان مهم نیست این چند سنت یا دو سه دلار. بحث بعدی که اینجا من میتونم خدمتون بگم شرکت فکر میکنم پیپل باشه. شرکت پیپل اومده یک شرایطی ایجاد کرده نزدیک به همون شرکت MBT که عرض شد خدمتون، ولی بذارین اینجور عرض کنم در تایم فریم روزانه ببینیم چه اتفاقی افتاده. خب موج سوم شرکت پیپل به صورت یک مثلث در واقع اصلاح خورده و بعد از اون رفته برای موج پنجم. موج پنجم رو اگر میخواست انجام بده به این صورت نمیتونه انجام بده، چون اگر اینو من ساختار داخلش رو براتون بکشم
اندکی ایراد داره و موج 3 کوتاه‌ترین موج میشه. این موج 3 از لحاظ قیمتی کوتاه‌ترین موج میشه. موج 1 به وضوح بلنده و موج در واقع 5 رو هم میتونید ملاحظه کنید که بلندتر از این قرار گرفته. بخواید من میتونم بکشم که اثبات کنم که این نمیتونه موج 5 باشه. اگر موج 1 اینجا باشه، 2 اینجا باشه، 3، 4 و 5، میبینید که اینجا به من این ارور زرد رنگ رو میده که میگه که در واقع موج 3 شما is the shortest way، پس نمیتونه به این صورت باشه. وقتی نمیتونه به این صورت باشه، این قطعا به صورت ABC تازه موج 1 هستش و اومده 2. حالا امکان داره اینجا بیاد یه مقدار پایین تر 2 رو اینجا تشکیل بده و بره بالا. امکان داره از همینجا در واقع این ABC موج 3 باشه و بیاد بالا. رو عدد 80 دلار یکی از جاهایی که شما میتونید پیپل رو به اصطلاح تو واچ لیستتون بذارید، بای استاپ بذارید و در واقع این بره به سمت بالا بیاد، حداقل مثلا یه چیز حدود 20% بهتون سود بده. البته حواستون باشه این به صورت چابی به صورت زیگزاگ بالا پای خواهد رفت تا موج پنجمش رو تکمیل بکنه. مینیمم رشدی که بخواد بزنه این هستش که قله قبلی رو بزنه. قله قبلی 93.60 بوده تقریبا، از 80 تا 93.60 یه چیز حدود 17-18% 20% هستش. تو حساب مارجین حدود 40% میتونه بهتون سود بده در کوتاه مدت. من تمام این چیزهایی که اینجا میبینید چک کردم، بست بای، تسلا، کاستکو، تویتا، شرکت تویتا موتورز، سونی و شرکت های دیگه، ای بی. با این حال که ای بی شرایط تقریبا نسبتا خوبی داره، ولی هنوز شرایط ایدئالی برای خرید نداره. بذاریم برم شرکت بعدی رو ببینم چیکار میتونم بکنم براتون. شرکت وای وای، برعکس اسمش که وای وای هستش، میتونه شرایط بسیار ایدئالی رو برای خرید برای ما مهیا بکنه. این شرکت کفی که ازش داریم روی 10 دلار هستش. این موج 1 و 2 اینجا نیستش، وقت دوستان ایراد نگیرن، میدونم این پایین تر میتونسته باشه، ولی چیزی که به وضوح مشخصه اینه شاخصهای موج 3 و 4 هستش و این نشانه هایی که ما داریم میبینیم موج 3 و 4 داخلی از موج 3 و 4 و موج 3 و 4 overbought رو داریم، موج 4 و بعد موج 1 تمام شده اینجا هستش. میبینید اصلاحش رو به وضوح خیلی قشنگ انجام داده، رفته موج بعدی رو شروع کرده. دو تا اتفاق اینجا امکان داره بیفته، مجموع این دو تا موج امکان داره موج 1 و 2 و الان بره 3 و 4 برای در واقع یک مثلث آغازین یا لیدینگ دایگونال باشه. میتونه موج 1 تمام شده باشه و موج داخلی از موج 1 و 2 داخلی از موج 3 در حال شکل گرفتن باشه. چیزی که میبینیم اینجا این هستش که باز دوباره کلاسترها رو که بررسی میکنیم، ما نزدیک ناحیه 78% هستیم و به نوعی ناحیه 78% اینجا تاچ شده. امواج داخلیش هم 1 و 2، 3 و 4 و 5 رؤیت شدن. بنابراین اگر کسی میخواد خرید بکنه اینجا روی عدد 77 دلار یکی از جاهای بسیار مناسبی هستش که کسی میتونه خرید کنه. بذارید من اینا رو پاک بکنم تا اون وضوع کار مشخص بشه. شما میتونید رو عدد 77 دلار خرید بکنید به امیدی که این بره بالا. اقل صعود میتونه عدد 140 دلار باشه، یعنی یه چیزی حدود 80-90% سود میتونید از این شرکت بگیرید. یادمون باشه این تایم فریم هفتگی هستش، خب به طبع این روند 2-3 ساله خواهد بود و افت و خیز هم این وسط خواهد داشت. در واقع اینو مد نظر داشته باشید و میگم اگر الان بخواید وارد شید امکان داره بیا تا 88% و شما وقت و زمانتون رو بگذارید، امکان داره 10 هفته 20 هفته طول بکشه مثلا تا بیاد موج دو اینجا تمام بشه. شما اینو تو واچ لیست داشته باشید، مثل من آلرت بذارید، حتی احتیاج نیست الان بای استاپ بذارید. من آلرت میذارم، به اینجا که رسید میام میدونم از قبل محاسبه کردم و نقطه‌ای که میتونم من خرید بکنم. حتی میتونید توی دفتر برای خودتون بنویسید، من احتیاج ندارم بنویسم، من می‌نویسم اینجا وای وای بای استاپ بای استاپ همین یا اپورتونیتیز مثل این. وقتی نمیزنم به من یه آلرت میده که من اینو مثلا اینجا قبلا محاسبه کردم، موقعیت خرید دارم و میتونم استفاده بکنم. برای سهام‌های ارزون شرکت OPK، بذارینم مارکت کپش چقدره. OPK
مارکت کپش نزدیک 2 میلیارد دلار، شرکت قابل قبولیه. پرویوس کلوزش 3.55، فرست ایر تارگت استیمیتش تقریبا 4 برابرمونه. والیوم اوریجش 5 میلیونه، والیوم روزانش آخرین روز نزدیک 2 میلیون بود. شرایط ایدئالی داره، شرایط خوبی داره و میتونید روش به هر حال تو واچ لیستتون بذارید. نوشته بیوتک اند کنابیس کمپانیز تو واچ. حالا اینا بعد نیست، من چک کنم واسه هفته دیگه بهتون بگم. خب پس این شرایط ایدئالی داره. بذار من اینو پاک کنم که الان دیگه مبتلا به بهش نیستیم. اگر بخوام تایم ماهیانه این رو به شما نشون بدم، OPK نگاه کنید، دوباره اومده از عدد نزدیک به 69 سنت شروع کرده. موج 1 و 2 در واقع داخلی 1 و 2 رو خیلی قشنگ رفته، موج 3 رو خیلی قشنگ و لحاظ کلاسیک و آموزشی بسیار بسیار زیبا این کار شکل گرفته. این در تایم فریم ماهیانه هستش. اگر در تایم فریم هفتگی من برم میبینید حتی موج در واقع کف خودش رو نشون داده. حالا امکان داره به هر دلیلی اینجا اون کف نبوده باشه، اومده باشه این پایین، ولی میتونه که شرکت خوبی باشه که براتون سرمایه گذاریش بخواید انجام بدید. امکان داره. بذارید ببینم، نه اینجا 88% ریتریسمنت رو هم زده، پس به ضرس قاطع میتونه رو به رشد باشه. من اینو روش بررسیاشو انجام دادم. ببینید اینجا اون 88% بود که عرض کردم. بذارید برگردم. ببخشید کدوم بودیم؟ OPK. ببینید روی 25 فوریه همین امسال، اینجا رو من دارم میگم، بریم تو روزانه بهتون میگم کجای اینجا 3 مارش نشون میده، اینجا هفته رو داره نشون میده. 25 فوریه شروع بشه، تو یک هفته بیا جلو میشه 3 مارش. اینجا نقطه ریزشی ما بوده. بعد از اون 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و سرات یک مثلث ما داریم میبینیم. موج 2 اصلاحی اینجا خورده، موج 3 اومده، موج 4 اوورلپ نشده با این، در واقع با کلوز اوورلپ نشده، اگر بود من ارور میداد و حالا یا به صورت مثلث ادامه پیدا کرده مشکلی نداره. موج اصلاحیش هم میبینید، یک و ببخشید A و B شو میبینید و C هم اومده شکل گرفته و ناحیه های اشباع فروش رو میبینیم که به ما داده و در واقع داره یک واگرایی خیلی زیبا رو داره به رخ میکشه که اینجا نشون از رشد هستش. ببینید این رو من عرض میکنم الان بهتون میگم چه شرایطی داره. این از این، بذارید من این چنگال رو بردم که خط قرمزی که میکشم مشخص تر باشه. ببینید دوستان، اینجا داره به وضوح یه کانورجنس، یه همگرایی به من نشون میده که مؤید صعود هستش. بهترین نقطه برای خرید، بهترین نقطه عدد 4.61 هستش. اینجا 100% دیگه رشد بدون تردید هستش. ولی حالا کسی میخواد زودتر وارد بشه، بای استاپ، به شرط بای استاپ رو عدد 3.91-92 میتونه خرید بکنه و بره و در واقع توقع سودی که میتونه داشته باشه یه چیز حدود 600% هستش، 500-600%. اگر یادتون باشه من جوری که محاسبه میکردم به این صورت بودش که وقتی این موج 1 باشه، موج 3 باید بالاتر از این قرار بگیره، نقطه های این نقطه های 19-20 هستش. اجازه بدید (19.20) منهای 3.91 تقسیم بر 3.91 ریترن آن اینوستمنت نزدیک 400 دلار، 3.91 تو حسابهای مارجین این ضرب در 2 میشه، یعنی چیز حدود مینیموم 800% شما سود میگیرید، سرمایه‌تون 8 برابر میشه. ولی طی چه مدت؟ من راستش رو بخواید نمیدونم. این تایمی که دارید میبینید در واقع ماهیانه هستش، از سال 2015 تا اینجا اومده. امکان داره ظرف 5 سال سرمایه‌تون 8 برابر بشه، امکان داره ظرف مدت بیشتری بشه، پس دیگه به شرایط بازار داره. ولی یکی از اون چیزای بسیار بسیار خوبی هستش که میتونید داشته باشید. اگر مارکت کپش رو هم یادتون باشه، همین الان که در کف هستش نزدیک 2 میلیارد مارکت کپش هستش، یعنی این شرکت ظرف 10 سال آینده، صدای من ضبط به اصطلاح ریکورد میشه، میره به عدد
نزدیک بخواد این 8 نه ببخشید 4 برابر بشه، رو 8 میلیارد، نزدیک 8 میلیارد دلار خواهد بود. این از این. بازم من دارم براتون، اجازه بدید اگر حوصله بکنید، شرکت EXEL. این قبلا هم گفتم خدمتتون، تو واچ لیستمون هستش، فقط داره به اون نقطه خرید نزدیک میشه. مارکت کپش 5.4 بیلیون دلار هستش، پرویس کلوزش 18.10، فرست ایر تارگت استیمیتش 28.56، عذر میخوام اوریج والیومش نزدیک 4 میلیون و والیوم آخرین روز کاری که تقریبا هفته بوده، نصف روزه بوده، 1.3 میلیون بوده. یه شرکت های خوبی هستش که میتونید روش سرمایه گذاری بکنید و در واقع کار بکنید. بحث جایی که میتونید وارد خرید بشین این شرکت در واقع این بالا هستش. یه شرکت در واقع ریزشی که داشته، بذارید من در تایم فریم هفتگی و ماهیانه نشونتون بدم. خب ببینید، این بالا ما یه قله داشتیم که هیچ اطلاعاتی بعد از اون نداریم. من اینجور مواقع میام عدد نقطه آغاز الیوتین رو بسیار نزدیک به عدد صفر، یعنی در واقع ارزشون شرکت رو 10-20 سنت در نظر میگیرم، شروع کرده رفته بالا، به من کمک میکنه که بتونم در واقع اون شرایط تکنیکال رو بررسی بکنم. اینجا اومده پایین ترین نقطه قرار گرفته در دسامبر 2014، این تایم فریم در واقع ماهیانه هستش، در پایان سال 2014 و آغاز سال 2015 اینجا کف بوده و بعد از اون رفته یک موج 1.2 از موج 3 اصلی رو زده. حالا ما در تایم فریم هفتگی اگر بریم میدونیم که شرایطمون به این صورت هستش، از اینجا شروع شده رفته بالا، موج 1.2 رو داشتیم، موج 3.4 رو داشتیم و در نهایت موج 5 رو داشتیم که اینجا بالاترین قله بوده و موجهایی که بعد از اون در راه بودن. و اگر RSI رو که یکی از بهترین اندیکاتورها هستش ما داشته باشیم، به ما میتونه یه سری اطلاعات رو بده که به چه صورت هستش. مزالک این شرکتی که شرکت‌های بسیار بسیار خوب هستش، رشد خودش رو آغاز کرده، کسی بخواد بخره همین الان میتونه بخره، ولی چون میزان اصلاحش اندک بوده، بدونید که اگر خرید کردید این میزان بیشتر از این فعلا رشد نخواهد کرد. احتمال داره که در واقع میزان اصلاح بره بالا و بعد برگرده پایین به صورت یک ABC بزرگتر. یعنی من اینجوری بهتون عرض کنم، بذارید اینجوری بگم، به این صورت خواهد بود و این موج 2 اینجا مثلا بخواد تموم بشه، اینجا موج 1 و 2 3 و 4 و 5 بوده باشه، بذارید من اینو براتون بکشم، موج 1 2 3 4 و 5 و شما میتونید الان وارد خرید بشین، چون آخرین در واقع هایست های خودش رو زده، ماینرش رو زده به امید اینجا. ولی اگر بخواییم بیشتر احتیاط بکنید، باید وایسی تا این نقطه 4 رو بزنه. حالا منظور به اینکه این رو در مد نظر داشته باشید، من در تایم فریم های پایین ترم این رو بررسی کردم، رو 62% برگشته که به احتمال قوی همون مطلبی که عرض کردم هستش. احتمال این که این بخواد 1 و 2 3 و 4، اینو من برای هفته دیگه بیشتر روش کار میکنم، تحلیل میکنم تا ببینم چی کار میکنم. اجازه بدید ازش عبور کنم که وقت عزیزان گرفته نشه. و اگر تونستم، بله میگم آخر تحلیلی کردم، اینجا تازه موج 4ش بوده و ما احتمالا موج ریزشی 5 داریم. یا به هر طرف بعدی رو ببینم کدوم بوده میتونم خدمتتون باشم. خب فیسبوک هم که عرض شد شرایطش، احتمالاً اجازه بدید این چیزی که دوستمون خواستن رو من ببینم آیا شرایطی داره که بشه روش کار کرد یا نه. GLBS
شرط فاندامنتالش رو اجازه بدین اول ببینیم چی هست. جی ال بی اس من به نظر دوستمون که سوال کردن کاملا احترام میذارم، ولی من هرگز وارد این شرکت نمیشه. این شرکت 14 میلیون دلار مارکت کپشه، والیوم بسیار بسیار اندکی داره. یعنی شما اگه 1000 شیر از این بخرید به سختی خواهید فروخت، امکان داره مشتری نباشه، امکان داره این گپا رو میبینید اینجوری متصل به هم نیستن. یعنی شما زمانی که میخواهید بفروشید بسیار بسیار مشکل داشته باشید. من اینی که میام اینجا نشون میدم تو یاهو فایننس که چه شرایطی داره خیلی مهمه. این شرکت مارکت کپش زیر 2 بیلیون نباید باشه، یا مثل اون قبلی OPK قریب به 2 بیلیون دلار باشه. شرکت هایی که این ساختار 2 بیلیون دلار مارکت کپی رو دارن زیر ساخت های یک شرکت موفق رو دارن، اگر نه نمیتونن به اونجا برسن. تنها نکته ای که داره که اینجا این شرکت داره اعلام میکنه که در واقع پریویس کلوزش 4.75 بوده و فرست ایر تارگیت استش فرست ایر تارگیت استیمیتش 20 دلار بوده که راستش نمیشه زیاد اعتماد کرد، ولی با این حال میبینیم ارنینگ پر شیرش منفی بوده، یه مقدار جای بحث داره و ببینیم به چه صورت هستش این شرکت. GLBS دوستان عزیز، انقدر شرکت‌های معتبر هستن که شما میتونید سرمایه گذاری بکنید و سودای خوبی ببرید. لطفاً وارد این OTC ها نشید، اینها سرمایه ها رو به باد میدن. یعنی همینجا رو من نگاه بکنید ببینید، اینجا رو میبینید نقطه نقطه ها رو، یعنی هیچ خریدار و فروشنده نبوده. شما اگه چیز داشتید میخواستید بفروشید کسی خریدار نبوده و بعد این اتفاقات افتاده. راستش رو بخواید اصلا شرایط کلاسیکی نداره، شرط استانداردی نداره که بشه روش محاسبه کرد. اگه بگیم 1 و 2 3 و 4 این ABC بخواد بخوره، این از این عبور کرده نمیشه. کل اینه بگیدیم 1 و 2 باز این عبور کرده. خب تنها میشه یه جور محاسبه کرد که این ABC بگیریم این بیاد پایین و بعد موج 1 و 2 با 3 از این عبور کرد. شما فقط میتونید کاری که بکنید به نظر بنده این هستش که ست بکنید مثلا سلس در واقع تیپیتون رو جایی که خرید کردید یه مقدار بالاتر یا به سراغ پایین تر، این به محضه که به اونجا رسید واسهتون بفروش و بیاید بیرون. من دیدم دوستانی که وارد این شرکت ها میشن و خرید میکنن، بله برای اینترادی برای روزانه خوبه، یه دفعه مومنتوم میاد توش، این شرکت ها خبرسازی زیادی میکنن. اشخاصی هستن که در واقع میان توی روم های ترید ها تریدینگ روم ها و خبرسازی میکنن و این مثلا مومنتوم میدن به این، یک در واقع هیجانی تو بازار میدن. این شرکت ها کوچیکه، با یه خبر کوچیک میتونه یک هیجان قابل قبولی بگیره و سود خودشون رو میگیرن. یک در واقع خریدی دارن، میان اونجا در واقع تو مومنتومی که به شما نشون میدن یک ترید کوچیکی میکنن، ولی در اصل اون اصل شیرشون رو خرید کردن و اونجا میفروشن به بقیه و میان بیرون. یه مقدار توجه بکنید، شما کاری جز این نمیتونید بکنید که یا همین الان بفروشید بیاید بیرون، یا مثل این چیزی که اسپایک هایی که میبینید قبلا زده شده امید داشته باشید اسپایک ها ادامه داشته باشه. اگر بخواد به این روند ادامه پیدا بکنه که بیاد پایین، خب شاید نابسامان هستش. البته این تایم فریم در واقع هفتگی هستش. بذارید من روزانه‌شو ببینم یا 4 ساعتشو. فقط یه چیز دیگه میتونم کمکتون بکنم، اگر ببینم این چی داره میگه، اگر آخرین کف رو اینجا بگیریم چون هنوز این نیومده پایین، بگیم بر فرض میخواد این بره بالا، موج 3 رو اینجا زده و این ABC خودش 3. بذارید من یه اندیکاتور دیگه اضافه کنم شاید کمک حال باشه. متاسفانه این هنوز به کفش نرسید، نه این داره در واقع زیر عدد 30 رو نشون میده. بذارید من ببینید، اومده به عدد 30 رسیده RSI، ولی این یکی هنوز به در واقع به کف نرسیده. اینها اندیکاتورهایی هستن
که کمک میکنن به شما تارگت رو تا اندازه شناسایی بکنید. البته به تنهایی کارآمد نیستن، چون این بالا ببینید میگه این سقفش بوده، بله سقف اون روز بوده و در واقع دوباره ریزش کرده، دوباره اومده یه سقفی رو زده گفته این سقف بوده و دوباره در واقع همین ادامه پیدا کرده. شما بعد مجموع اندیکاتورها و دانشی رو که دارید به کار ببرید، ببینید شرایط چگونه است. این یک ABC رو زده و حالا نمیدونم والا چی دقیقا به شما بگم. شرکت کوکاکولا اینو بخره؟ نمیدونم والا. اینها من به نظر من خبرهایی هستش که زیاد موثق نیستش، چون اگر بود، اگر توی اینجا داریم چنین چیزی رو، این خبر کی بوده؟ چون ببینید 17 روز گذشته، 13 روز گذشته و 2 روز گذشته هیچ صحبتی نبوده. تازه ریورس اسپلیت هم داشته. ببینید من تا 2 ماه گذشته رفتم هیچ خبری، صحبتی از این نیستش که میخواد این شرکت این رو بخره. و اینجا یکی از نکات مهمی که دوستان میتونید شما در واقع اطلاعات بگیرید. بذارید من همین OPK رو که صحبت کردیم، دوست عزیز ببخشید من راجعه بیشتر از اون نتونستم کمکی بکنم، شرمنده. OPK رو ببینید دوستان، حالا درسته شاید زیاد نباشه، ولی به شما اعلام میکنه که 2 نفر از تحلیلگرها اومدن گفتن strong buy، 2 نفر گفتن buy و 2 نفر گفتن held. در واقع hold نه held، در تا نوامبر بوده، اکتبر بوده. شرکت های دیگر رو مثلا بخوام بذارم، AAPL مثلا اپل هستش، میاد به شما یه ریکامندیشن میده. اینجا 11 نفر از 38 نفر که در واقع اظهار نظر کردن، 11 نفر گفتن strong buy، 21 نفر گفتن buy و 6 نفر گفتن hold. نمیگم این کمک نمیکنه، نمیگم همه چیزم هست، به این یه نگاهی بندازید بد نیست. یه شرکتی ببخشید مثل این جی ال بی اس که صحبت شد الان، من اصلا ادب نمیخوام بکنم، فقط میخوام خدمت دوستان بگم که سرمایه هاشون در نظر داشته باشن. هیچ کس نیومده حتی به این توجه بکنه که اظهار نظر اینجا بکنه. اگر مثلا این خبری که شما میفرمایید درست بود، باید به هر حال یک صحبتی روش میشد. حالا دیگه من بیشتر از این نمیخوام راجبش صحبت کنم، جالب نباشه. فقط یه نکته دیگر رو بگم، باز دوستان گاهی سوال میکنن برای خرید سهام. یکی از دوستان عزیز یه صحبتی رو کردن راجب یک وبسایتی رو داخل گروه، من الان یادم نیست، میتونید برید به اون مراجعه کنید. فرموده بودن که گاهن یک سری استاک ها رو به شما معرفی میکنن، مثل این چیزی که من معرفی کردم خدمتتون، حالا بحث تکنیکال داره یا نداره میتونید ببینید. ولی توی یاهو میتونید تو قسمت مای اسکرینش برید اینجا و خیلی راحت برید under valued growth stock، growth technology stock، day gainer، most active، under valued large cap. این خیلی میتونه براتون خوب باشه. یا اگه میخواین day trade بکنید، aggressive small cap میتونه براتون مفید باشه. اگه اهل mutual fund هستید، mutual fund رو میتونه بهتون بگه، یا مسائل دیگه. الان من کدوم رفتم؟ فقط میخوام نشون بدم که اینا چه شرایطی دارن، یه سری اطلاعات خوبی رو به شما میدن. این چی بود؟ خب نه، این راجبه OPK هستش. این چی؟ خب من از اینها خواستم undervalued growth stock رو من معرفی بکنه. خیلی راحت میاد فیلتر میکنید، اولین چیزی که نگاه میکنید مارکت کپه. اگر بی داشت قابل قبوله، اینا همه بی هستن، نگاه کنید تا اینجا که نگاه میکنید بی هستن. اگر بخوایم به اصطلاح بگیم ساعتایی به ما نشون بده و این مارکت کپ رو در واقع روش کلیک بکنید، میاد از کوچیک به ما نشون میده. شما این کوچیکایی که ام هستن همه رو بذارید کنار، اینجا میتونید برید تو صفحه بعدی، اصلا وارد میلیونیا نشید.
خب الان اینجا به شما یه تعداد شرکت هایی داد که زیاد هم هستن البته. دیگه مینیموم خودتون رو 1.5 بذارید. من مینیموم خودم 2 بیلیون هستش. توی این 2 بیلیون یا میام نگاه میکنم اون چیزی که میخوام چی هستش. بعد میتونید بیایید این رو بررسی کنید، یه شرکتی مثل TSE ببینید چی هستش. چون اینجا رو نگاه کنید نوشته نزدیک به کف، حالا نه نزدیک به کف، در واقع نوشته 52 week range، یعنی در 52 هفته گذشته، در یک سال گذشته در چه شرایطی قرار داره. حالا این نشون میده که در کف هستش. خب میتونه این بیشتر راهگشاتون باشه، امکان داره کاملا نه، چون امکان داره در سال قبل در واقع ریزشش یا رشدش رو شروع کرده باشه، ولی میتونه خیلی کمکتون باشه. الان کدوم عرض کردم؟ TSE. TSE رو میرید بررسی میکنید ببینید چه شرایطی داره، بهتون میگه چه شرایطی داره. 48 دلار میخواد بره 66 دلار، ولی والیومش یه مقدار کم هستش. این اگه میخواید بخرید در حد 100 تا شیر بیشتر نمیتونید بخرید، که اگر خواستید راحت بتونید فروش کنید، ولی نگاه کنید پر گپ اینجا. من بودم واردش نمیشدم. میگم اینا رو باید یه مقدار با دقت بررسی بکنید. گروث تکنولوژی استاک، فیسبوک، ام یو، نمیدونم شرکت های دیگه هستن اینجا، میتونید روش کار بکنید و در واقع اطلاعات به دست بیارید. دوباره رو کف که میخواید برید، فیسبوک میگه در واقع کف 52 هفتهش رو داره در واقع میت میکنه. این شرکت WUBA هستش، مارکت کپش هم نزدیک 8 میلیارده، چیز خوبیه. ببینید مثلا چیه. میتونید اینجا یه سری استاک ها رو پیدا بکنید. این استاک هایی هستن که اگه برید وارد ضرر بشید، اینا شرکت هایی هستن که وقتی بالای 2 میلیارد دلار باشن میتونن خودشون رو گلیم خودشون از آب بکشن بیرون. ببینید مارکت کپش نزدیک 8 میلیارد، پرویس کلوزش 54.5 دلار، فرست تارگت استیمیتش 85 دلار، و والیومش هم برای 100 تا 200 شیر که شما بخواید بخرید قابل قبول هستش. این ریکامندیشن ببینیم داره، برای ریکامندیشن هم داره برای ماه نوامبر 21 نفر 3 نفر استرانگ بای، 9 نفر بای، 7 نفر هولد، و احتمالاً 1 نفر و 1 نفر اندر پرفورم و 1 نفر سل زده. میتونید اینها رو کار بکنید، میتونید روش بررسی بکنید، میتونید اطلاعات و دیتا بگیرید ببینید به کجا میرسید. بعد از اینجا میتونید اینو رو تریدینگ ویو ببرید ببینید آیا روی این هیچ نظری هست یا نیست. من اینو بارها عرض کردم که میتونید روی تریدینگ ویو یه سری دیتا ها رو راجع به تکنیکال کارها بهتون بدن بگیرید. اینجا تایپ میکنید اون چیزی رو که میخواید بهتون میدن. بذارید من مثلا الان همین اپل تو ذهنم هستش واسهتون میذارم. اشخاص بسیار زیادی اومدن یک سری اطلاعات راجع به این دادن که اپل چه شرایطی داره. اول از لحاظ تکنیکالی خودش میاد بررسی میکنه که در شرایط سل هستش هنوز. از لحاظ در واقع فاینانشال استیتمنتش میاد به شما میگه که چه شرایطی داره. اگر اهل در واقع اعداد و ارقام هستید میتونید اینجا به دست بیارید، و میتونید یه سری اشخاصی که در واقع این پرو رو زیاد توجه نکنید، ولی اشخاصی که در واقع وقتی روی اینها میزنید، بذارید من بهتون میگم چه اتفاقی میفته. هرچی این ریپوتیشن بالاتر باشه حائز اهمیت تره. این خیلی خیلی مهمه. بین رو ریپوتیشن های بالای میلیون خیلی راحت کسی ریپوتیشن میگیره. این شخص شاید فقط همین 3-4 تا رو که میبینید در واقع تحلیل کرده گذاشته و کلن 232 تا ویو گرفته. نگاه به این پرو نکنید، اکانتش پرو هستش ولی خودش پرفشنال امکان داره نباشه. و در این حال شما میتونید یه سری اشخاص پرفشنال رو فالو بکنید و از اطلاعاتشون بهره مند بشید. البته بگم این وبسایت نقطه ضعفی که داره این هستش که بای استاپ رو تحلیلگرها به شما نمیتونن نشون بدن. من همین مشکل رو داشتم اینجا، واسه این بای ها که اینجا هستم دیگه فعالیت نمی کنم، واسه این که بای استاپ و سل استاپ رو نمیشه نشون داد. دوستان خیلی صحبت کردم، امیدوارم خسته نشده باشید. وبینار امشب رو اجازه بدید همینجا تموم کنم. اگر دوستان سوالی چیزی دارن من در خدمتتون هستم، اگر نه از حضورتون مرخص بشم. دوستان اگه سوالی هست بفرمایید من در خدمتم. خب مثل که فرمایشی ندارید، خوب و خوش باشید، در پناه حق، و من از حضورتون مرخص میشم. خدا نگهدار.